What's up guys، به چنل من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه، تندرست و سالم و سلامت باشید. امروز میخوایم با هم بازی تاون استار از پروژه های گالا گیمز رو بررسی کنیم، همچنین راجب خود گالا نوتس هم میخوام براتون صحبت کنم، بگم چه ویژگی هایی داره، چون خیلیتون سوال کرده بودین که این پروژه گالا چیه یا نودایی که تو گالا وجود داره چجوری و به چه کاری میاد. راجب همه اینا صحبت میکنیم. قبل چنل سابسکرایب کنید، لایک کامنت یادتون نره، انرژی مثبتم هم همینطور دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه بریم سراغ پروژه گالا گیمز. آدرس سایتشون app.galagames هست. من به رسم همیشگی لینک ها رو زیر ویدیو میذارم که شما بتونید استفاده کنید. وارد سایت که میشید بخش های مختلفی داره. دوتا از اصلی ترین بخش های پروژه گالا قسمت گیمزشون هست که یه سری حالا مینی گیم و گیم های اصلی تر دارن. حالا دوتا از پروژه های گیمینگشون رو افتاده، یکی تاون استار هست، یکی اسپایدر تانک. اسپایدر تانک رو امروز من بررسی نمی کنم، میریم سراغ تاون استار. یکم با هم تاون استار رو پلی میدیم، ببینیم چجوریه، ارزش داره روش وقت بذاریم یا نه. یه سری گیم دیگه دارم مثل میراندوس و فورتیفاید و اکوز آف امپایر که هنوز نیومده و در حال ساخت هستش. یه قسمت مهم دیگه ای که توی این سایت وجود داره نوت هست. بچه گالا نوتزا چیه؟ شما میتونید سیستمتون رو به گالا نوت تبدیل کنید. وقتی سیستم شما میشه گالا نوت، عملا سیستم شما کمک میکنه به امنیت شبکه گالا و همچنین ارتباطاتی که توش هست. سیستم شما ماین نمیکنه، هیچ عملیات ماینینگ انجام نمیده، ولی تبدیل میشه به نودی که حداقل باید 6 ساعت تو این شبکه فعال باشه. یعنی شما باید حداقل 6 ساعت آنلاین باشین تا بتونید از مزایای گالا نود استفاده کنید. حالا اگر شما 6 ساعت یا بیشتر آنلاین باشین چه اتفاقی میفته؟ میاد به شما یه سری جوایزی میده که این جوایز شامل توکنای گالا هستش و NFT های خود سایتشون یا NFT همین داخل گیمشون که میاد به شما اینا رو به صورت رایگان میده. البته رایگان هم نمیشه گفت، چون شما تبدیل به نود شدید و دارید در واقع به شبکه‌شون کمک میکنید. میزانی که بهتون میده تقریبا چیزی هولوش 6700 دلار هست در ماه، یعنی خود گالا توکن رو بهتون میده که اگر بخواید تبدیلش کنید 6700 دلار میشه به پول ما اگر اشتباه نکنم و اونجور که حالا تحقیق کردم. یه سری هم بهتون NFT میده که اون NFT ها رو هم میتونید ببرید توی اوپنسی بفروشین و یا ازشون تو حالا گیم استفاده کنید، اون دیگه بستگی به خودتون داره. حالا ممکنه بپرسید که خب چقدر خوبه مثلا من 6700 دلار ثابت در میارم دیگه، سیستمم روشنه، یا حالا به هر نحوی خیلی راحت میتونم 6700 دلار در بیارم. بچه قضیه که اینجا وجود داره قیمت لایسنس در واقع گالا نود. شما برای اینکه سیستمتون رو تبدیل کنید به گالا نود یه لایسنس باید بگیرید که این لایسنس روی اپ گالا نصب میشه و شما میتونید تبدیل بشید به یه نود. این لایسنس رو باید بخرید. لایسنس قیمتش خیلی زیاده. اگه بخوام بهتون در واقع نشون بدم، گت نود رو اینجا میزنیم، وارد در واقع بخش خرید نود میشه که اینجا همونطور که میبینید نوشته 228,000 گالا توکن شما باید بدید تا یه دونه لایسنس گالا نود بگیرید. حالا اگه بخوام دقیق بهتون بگم این مبلغ چقدر میشه، بذارید من اینا رو هم مثلا تایید کنم، پلیس اوردر کنم. اینجا نوشته خوش 228,000 تا گالا شما باید هزینه کنید. حالا برای اینکه ببینیم چقدر میشه دقیقا، بریم توی سایت کوین گکو توکن گالا رو سرچ میکنیم. خب این توکن عزیزمون تقریبا 900 دلار هست و حالا اگر بخوایم اینجا مقدار دقیقش رو در بیاریم 228,169 تقریبا میشه 20,000 دلار شما باید هزینه کنید تا بتونید یه دونه لایسنس گالا نود رو بگیرید. حالا به پول ما هم اگه 28,600 تومن هم بگیریم دلار رو، یه چیزی اولوش رو تقریبا نزدیک 600 میلیون تومن شما فقط باید پول یک لایسنس بدید تا بتونید کامپیوتر یا حالا سرور مجازیتون رو تبدیل کنید به یک نود. خوبیش اینه که درآمدتون ثابته، ولی خب هزینه خیلی زیادی باید بکنید. حدود 6-7 ماه پیش این هزینه خیلی کمتر بود،
تقریبا دو تا اتریوم بود. البته اون موقع من دو تا اتریوم نداشتم خودم بخرم و همیشه افسوس میخوردم که چرا من الان اینقدر ندارم که یه نود بخرم، چون به نظرم واقعا پروژهشون قوی بود و همین اتفاق افتاد و تعداد نوداشون چون محدود بود به مرور زمان این قیمت نودا هی میره بالاتر. یعنی هر چقدر نودا کمتر بشه، شما برای اینکه بیاید لایسنس نودای باقی مونده رو بخرید باید پول بیشتری بدید. حدود 6 7 ماه پیش 2 اتریوم و یکم قبلترش 1.5 اتریوم و 1 اتریوم بود که من اون موقع واقعا اینقدر هزینه رو نداشتم که بدم. به هر حال بگذاریم، این پس میشه قضیه گالا نود. شما میتونید روی سیستم خودتون یا سیستم مجازی بیارید بالا. حداقل مشخصاتی که سیستم میخواد 4 گیگابایت رم باید داشته باشید، حداقل دوال کور باشه، 50 گیگابایت هارد داشته باشین و یه اینترنت درست درمون هم وصل شده باشه بهش، که اگر بخواید این کارو کنید به نظر من با 10 15 دلار یه سرور مجازی بگیرید و روش یه دونه نود بیارید بالا خیلی بهتر از اینکه روی سیستم خودتون باشه، چون سرور مجازی همیشه روشن و فعالیتش رو میکنه و شما بالاتر از 6 ساعت هم روشن، یعنی کانکت هستید به شبکه و خیلی راحت میتونید ریوارداشون رو کلیم کنید. پس این میشه بخش گالا نود که فعلا من حداقل هزینه‌اش ندارم بخوام بهش ورود کنم، ولی اگر داشته باشید سرمایه گذاری خوبیه، تقریبا ریسک کمی داره. به جای اینکه پولتون رو بذارید بانک میتونید بیایید اینجا یه نود بگیرید، درآمد ماهیانه داشته باشیم و کلی هم NFT و حالا ریواردهای دیگه بگیرید ازشون رو استفاده کنید یا بفروشینشون. بخش بعدی که مهم هست بخش گیمزش هست. حالا خودشون تو قسمت گت گالا هم نوشتن، میگه که اگه میخواید گالا توکن رو بگیرید یا باید از صرافی‌های معتبری که وجود داره بخرید. تو کوکوین هست، بایننس و اوکی‌ایکس هم هست، که حالا بایننس که هیچی، از همون کوکوین اگه بخواید میتونین توکن گالا رو تهیه کنید. اگر میخواید فقط گالا داشته باشید و به نظرتون این کوین پیشرفت میکنه میتونید برید حالا تو صرافی کوکوین که با ایران هم، البته همه این صرافی رو با دو وی پی ام برید، منتها احراز هویت و اینا رو تا جایی که من میدونم نمیخواد کوکوین فعلا، و میتونید از اینجا خرید کنید توکن گالا رو و داشته باشین. یه راه دیگه هم که خودش گفته، میگه که بیایید و تبدیل به یه نود بشید که ما برای ما هزینه‌اش حداقل خیلی زیاد. خب بریم تو بخش گیمزشون. تو بخش گیمز بچه یه بازی آوردم به اسم تاون استار، یه بازی تحت وبه. من الان این بازی رو اجرا میکنم و همونطور که میبینید تحت مرورگر اجرا میشه، سیستم خیلی خفنی نمیخواد. سیزن وانش هم به صورت فری هست، خودش نوشته اینجا، و تو حالت ارلی اکسس. من قبلا یه بار وارد شده بودم بهش چند وقت پیشا، حالا میام یه جای جدید وارد میشم. اینجا سرورایی که هستش بعضیش ویکلیه، یعنی اگه شما وارد یه سرور ویکلی بشید اون تو 7 روزه، یعنی اتفاقاتی که توش میفته و ریواردها و جوایزی که شما میگیرید تو همون هفتگی هست، یعنی تو اون 7 روز شما باید اینو پلی بدین و نهایت تلاشتون رو بکنید، بعد ریست میشه سرور. سرورای دیگه حالا تایم لفتی که اینجا زده مثلا نوشته 28 روز مونده ازش، یعنی شما الان وارد هر کدوم از این سرورها بشید 28 روز وقت دارید که اون فارمتون یا اون حالا مزرعه یا اون شهری که درست کردین رو ارتقا بدید، پیشرفت کنید، توکن جمع کنید و از جوایز این سیزن 1 بهره مند بشید. حالا من میام به عنوان مثال وارد یه سرور جدید میشم، پلی تو ارن 3 رو جوین بشیم. بچه بازیش خیلی سبک هم هست، چیز خاصی هم نداره، گرافیک مثلا خیلی عجیب غریبی هم نداره، شما راحت میتونید پلی بدید. من پلی نا رو میزنم. اولش که وارد گیم میشید با یه همچین صحنه ای روبرو میشید که تقریبا نقشه دنیا رو قشنگ اینجا میتونید ببینید. شما هر جایی که خواستید میتونید یه دونه تاون یا شهر برای خودتون احداث کنید. حالا من میام مثلا به عنوان مثال اینجا رو که کنار آب هست، شما از قدیم تو بازی استراتژیک میگفتن که سعی کنید مثلا کنار آب مثلا چیزاتون رو بسازید، شهرتون رو بسازید که اگر نیاز به آب داشتید نزدیک باشید که نخواهید یه مسافتی رو طی کنید. دقت هم کنید اکثر یوزرها اومدن مثلا اینجوری کنار این آب اومدن تاونشون رو احداث کردن. حالا من اینجا یه اسم میزنم، میگه که برای شهرت یه اسم بذار، مثلا ما میداریم امید لندز، همون لند خوبه، لند یک مثلا، اوکی میکنیم. خب یه لودینگ خیلی مسخره میده،
و میبینید که اینجا براتون یه دونه تاون رو ایجاد کرد. خب ظاهر بازی اینجوریه بچه، شما راست کلیک کنید میتونید روتیت کنید به هر طرف که خواستید بازی رو بچرخونید و نگاه کنید. کل کاری که شما باید بکنید اینه که یه سری منابع رو فارم کنید. با فارم کردن این منابع به شما یه سری امتیاز یا همین استار میده که این استارا رو اگه جمع کنید پایان این حالا 28 روز به شما یه سری جوایز میده که شامل حالا توکن خود تاون استار هست و ریوارد ها، که اون ریوارد ها معمولا NFT، یعنی NFT خود این گیم رو هم بهتون میده. اگر بخواید میتونید توی مارکتشون یه سری NFT هم بخرید که توی پیشرفتتون و فارمینگتون کمکتون میکنه. حالا برای اینکه یه ذره بیشتر با بازی آشنا بشیم، یه سری نکته داره. شما یه کارگر دارید، الان کارگرهای شما دقیقه از شما پول میگیرن، یعنی این دوست عزیزمون که اینجا داره کار میکنه هر دقیقه از شما 50 دلار میگیره. خب خیلی زیاد میگیره، به پول ما یه چیز وحشتناکیه. کارگر تو ایران خیلی ارزون تره. و یه سری منابع دارید، 9 تا اینجا چوب دارید، 13 تا مثلا گندم دارید، 40 تا گز دارید که این حالا گز یا اویلایی که دارید برای جابجا شدن این ماشینه هست که این ماشینه میتونه این چیزایی که شما فارم کردین رو بره بفروشه، یعنی شما روش بزنید. اگر اینجا گزینه سلو بزنید به شما میگه که شما میتونین مثلا چه میدونم این 14 تا مثلا ویتتون یا همین حالا گندمتون رو بفروشید، یا این چوبتون وودتون رو مثلا بفروشید. مثلا الان کسی وود نمیخواد، شما وودتون رو نمیتونید بفروشید. به گزتون که خیلی مهمه و قیمتش نسبت به بقیه منابع بیشتره میتونید بفروشید. من توصیه نمیکنم به هیچ عنوان گزتون رو بفروشید، گزتون رو نگه دارید و اگه خواستید حالا منابع دیگه که اینجا هست رو استفاده کنید برای فروش. مثلا من میام حالا یه دونه اینو سل میکنم که شما هم ببینید. اینجا میاد یه دونه روت پیدا میکنم، تو که میبینین منابع رو میندازه تو ماشین. این تراکتور، این کامیون قشنگ، میگم تراکتور، این کامیون هم قشنگ راه میفته میره سمت اونجا و این بالا هم بهتون یه تایم میده، میگه این 2 دقیقه دیگه برمیگرده و شما میتونید از این پول استفاده کنید. یه سری نکات خاص داره، اونم اینه که بچه سعی کنید این حالا منابعی که اینجا درست میکنید، مثلا اگه روی این یه تیکه خالی بزنم این پایین سمت راست، شما میتونید این گزینه رو بزنید و بگید که چی میخواید درست کنید. مثلا من میام میگم که خب تو بیا برای من یه ویت فیلد دیگه درست کن که این ویت فیلد آماده میشه. نکته ای که داره، سعی کنید این حالا گندم و مثلا چیزایی که مربوط به فارمینگه کنار آب بذارید، چون اینا نیاز به آبیاری داره و این کارگره میاد هی آب برمیداره شروع میکنه به آب دادن به اینا. اگه دور بذارید یا یه جایی بذارید که به اون آب دسترسیش مثلا کم باشه، زمان بیشتری میبره که این آبیاری به شما محصول بده، پس اینو حتما بهش دقت کنید. حالا من یه ویت فیلد اینجا گذاشتم، میتونم بیام مثلا اینجا که پر از آبه، بیام مثلا شکر بذارم اینجا، مثلا یه شکرم اینجا بذارم و منتظر باشم که این انجام بشه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، به محض اینکه پولتون تمام شه این کارگرها میرن تو خونه شون دیگه کار نمیکنن، تا زمانی که شما پول شارژ بشه و تو حسابتون پول باشه و بتونن در واقع پول بگیرن ازتون، یعنی پولتون که تمام شه دیگه کارگر شما کار نمیکنه، عملا این فارم شما میخوابه. پس همیشه باید دقت کنید که تو حسابتون پول باشه و ول نکنید بازی رو برید. یکی از حالا به نظرم بدیاش اینه که همش باید آنلاین باشین، چک کنین، هی سر بزنین و یه کاری کنید که این فارمینگتون نخوابه و این محصولاتتون رو بفروشین. با چی میتونید امتیاز جذب کنید بچه ها؟ نگاه کنید الان مثلا 110 تا اینجا ستاره جمع کردم، اگه 1000 تا بشه به من حالا میگه که یه مقداری تان کوین میده، حالا ننوشته چقدر دقیقا، و ممکنه که NFT هم بهم بده که من بتونم توی حالا این فارم ازش استفاده کنم یا تو اوپنسی ببینیم بفروشیمش اصلا. خب این تراک قشنگمون هم برگشت به اون پولا و همونطور که میبینین اونجا ما پولا رو جمع میکنیم. خب اینجا هم که شکر، خب ما حالا میتونیم کارگرامون رو زیاد کنیم چون یه کارگر به نظرم خیلی کمه. بیم ببینیم
فارم هاست مثلا 1250 تا پول میخواد، من یه فارم هاست دیگه اینجا میذارم. رو هر کدوم از این قسمت ها هم بریم بچه بهتون دقیقا نشون میده که چیا میخواد. مثلا این بالا بزنین بهتون میگه که آقا من این متریال رو میخوام، اینقدر زمان میبره و نهایتا قیمت هم بهتون پایین زد. خب الان چیزایی که شما میخواید برای شروع بازی چوبه، یعنی شما حتما باید چوب داشته باشید. خب عقل حکم میکنه که ما بیایم و چوبه رو یه جایی درست کنیم که نزدیک این درخت ها باشه. من میخوام یه لامبرجک اینجا بذارم که این دوستمون نزدیک این درخت ها باشه، بتونه راحت فارم کنه، مسافت زیادی رو نره. اینجا یه دونه سیلو دارید که محل ذخیره سازی این منابعیه که فارم میکنین. بازیش بچه خیلی سخت نیست، یعنی یه مقدار وقت بذارین خیلی راحت میتونین بازی رو انجام. خب من یه کارگر دیگه اضافه کردم. وقتی کارگر اضافه میکنید مقدار خزینه‌ای که باید به این کارگر رو بدین بیشتر میشه دیگه. خب این دوستمون هم که رفت سراغ چوبا و داره برامون چوب تولید میکنه. پایین هم ما میتونیم یه سری چیز میز دیگه اضافه کنیم، مثلا بیایم چیزایی که میتونیم بگیریم، حالا رنج و اینا هست، مثلا این فید میل اینا. خب بیایم یه فید میل و اینا هم اینجا بذاریم. بذارید من اینجا رو یه چند تا مثلا یه همچین چیزی هم اینجا اضافه کنم و بغلش هم بیایم یه دونه فید میل گذاشتم اینجا. اینجا میام یه دونه فید میل هم اضافه. بچه این فارمرا با کسایی که حالا مهندس حالا نمیدونم چی میخواین اسمش رو بذارید، کسایی که تو ساخت و سازان فرق میکنه. فارمر کارهای کشاورزی رو انجام میده، ساخت و ساز با این حاج خانومه که داره انجام میده و اگر بخواید تعداد اینا رو هم میتونید زیاد کنین، ولی به نظر من اول بازی تعداد فارمرها بیشتر باشه بهتر، چون ساخت و ساز خب سرعتش خیلی کمتره و نیاز نیست که به تعداد این دوستان اضافه کنیم. خب کنار این آب ما باز میتونیم یه سری چیزهای دیگه هم بذاریم. پول که داریم فعلا، بیلدر هاوس نمیخواد، یه قسمت ترید داره که فعلا همش خاموشه، این برام که خاموشه. اینا به مرور زمان که من بتونم الان منابع و اینا رو جمع کنم بیشتر میشه دوستان، یعنی این گزینه باز میشه. یه سری از چیزا هم حتما باید توی یه سری لوکیشن های خاص مثلا درست کنید. مثلا کیکریش نوشته که حتما باید کنار جاده مثلا این رو شما درست کنید که این مثلا کیک فروشیه که کیک درست میکنه. خیلی چیزای جالبی داره بازیش، کلا کول، سخت نیست واقعا یاد گرفتنش، یه ذره باش بربرین دستتون میاد و چیز خاصی نداره. حالا من بیام مثلا اینجا یه دونه کاربیت بذارم کنار آبم هست و اوکیه. خب اینم که آماده شد. این ساختمونایی هم که میسازید یا اون حالا تجهیزاتی هم که اینجا درست میشه دو بار روش کلیک کنید از اون حالت چیز در میاد. خودش هم زیرش یه علامت تیکه سبز زده که یعنی این آماده است که ازش استفاده کن. مثلا اینم حالا اینجا لامبر میخواد، باید منتظر باشیم که چوب بیاره و این درست کنه. اینجا سیلومون تقریبا پر شده، میتونیم مثلا یه سیلوی دیگه درست کنیم که مشکل سیلو حل بشه. خب بریم ببینیم سیلو کجا هست. میگه باید کنار جاده باشه. خب من اینجا فکر کنم بتونم یه سیلو بذارم یا اینجا احتمالا بشه چون کنار جاده هست. قسمت کجا بودی سیلو؟ خب
اینجا که نمیذاره، بس من ببندمش ببینم اینجا میتونم درست کنم. اینجا دیگه باید بشه دیگه. تو قسمت فارم بود سیلمون. آره من پولش هم ندارم، پولمون کم. حالا بذار من یه مقدار این چیزها رو بفروشم بهتون نشون بدم، سل کنیم یه دونه از این گزامون رو میفروشیم. سعی کنید گز رو به شما نفروشین، حالا منابع دیگه مثلا، حالا من اینو بفروشم. حالا من چون تو این ویدیو فقط میخوام بهتون نشون بدم یه دونه از اینا رو میفروشم که پولم یه ذره زیاد شه، من بتونم یه چند تا ساختمون دیگه هم اینجا بیلد کنم. بچه گیمش برای گیم فری تو پلی که حالا نخواهید هزینه زیادی هم بکنید خوبه، ولی باید وقت بذارین دیگه. این 28 روز درگیرش میشین، باید بهش سر بزنین، ولی در کل اوکیه. و این علامت تعجبی هم که بالا اینو میبینید یعنی اینا پر شده، شما باید مثلا یه سری دیگه از این انبارا رو درست کنید که بتونید از اینا استفاده کنید، اینا هدر میشه. حالا من میتونم بیام اینجا یه دونه دیگه از این چیزا درست کنم. جادم بخواین درست کنین سخت نیست، یعنی کافیه بیاید اینجا. حالا ما دنبال این جاده مثلا باشیم، اینو من ریموف کنم. یه بخواید جاده بسازید. ورکر هاوس وین توربین، همینجا اول پامپ هم میشه گذاشت. بذار باید اول پامپ بذارم اینجا، جاده رو مثلا اینجا ادامه بدیم. خب جاده عزیزمون اینجاست که دیرت روده که 1000 تا باید بدین و اینجا ساخته شده. همچه که میبینین جاده اینجا ادامه پیدا میکنه، میتونین جاده رای بیشترش کنیم که بیاد جلوتر مسیرتون. و امیدوارم که الان دیگه باید بشه اینجا سیلو گذاشت. اگه من حالا این تراک عزیز برگرده و پول بیاره، ما میتونیم اینجا یه دونه سیلو هم اضافه کنیم و کاری کنیم که این منابعمون که این تو پر شده هدر نره دیگه. خب این میشه کلیات بازی. یه قسمت کامیکسون هم بالا داره که من نمیدونم چیه چیز خواهد. این که ستینگ بازیه کلن، میگم بازیش خیلی راحته، یعنی اگه بتونید فقط یه کاری کنید که منابعتون خوب تأمین بشه و این نکاتی که بهتون گفتم رو رعایت کنید، خیلی راحت میتونید پیشرفت کنید و امتیاز بگیرید توش. این تو این قسمت ها کسایی که حالا تو لیدر بردن نشون میده. بچه ها کسایی که جزو تاپ 300 بشن جوایز خیلی خوبی میده، اگه بتونید رنگ هاپ کنید و بالای 300 بید، مثلا الان 1487 هم. اگه بتونم رنگ هاپ کنم بیام بالا، خب شانس خودم برای دریافت این جوایز بیشتر میکنم و قطعا جوایز خوبی بهم میده دیگه، که باید براش وقت بذارین دیگه. پس خیلی راحت میتونید رنگتون رو اینجا ببینین و ببینید که چیکار دارید. من یه اویل پامپ هم اینجا گذاشتم، اینا سیلومون رو برگردون. ببینید میتونیم یه سیلو درست کنیم اینجا. خب ببینید به محض اینکه من پولم رسید به اون مقداری که باید برسه، این سیلوه بر من اوکی شد. حالا من یه سیلو اینجا درست میکنم، سیلوی دومم رو بغل اینم میتونیم بیام یه دونه چی درست کنیم، یه دونه هم اینجا بیام وین درست کنیم. تو باز پولمون کمه، چی سل کنیم؟ خدا رو خوش بیاد چقدر بود؟ بسه من یه نگاه کنم بنام چقدر بود. وین میل 15,000 تا میخواست، ما 10,000 تا داریم. خب من مجبورم یه گز دیگه هم هدر بدم که شما این یه تیکر هم ببینید. بچه این گزها رو هم میتونید درست کنید، پیشرفتی کنید، خودتون میتونید گز هم تولید کنید، ولی تا جایی که میتونید گز نفروشید، سعی کنید منابع دیگه تون رو بفروشید. من فقط برای درست کردن این ویدیو، برای اینکه وقت کمتری ازتون بگیرم دارم این کارو میکنم، پس گزاتون رو هدر ندید. این درخت هم بالاخره یه روزی تمام میشه، باید به فکر درخت هم باشید کم کم، که داخل این چیزشون یه بخش درخت هم داشت مگه اشتباه نکنم، یه تری فارم داشت که اینجا دوباره درخت. خیلی همه چی داره گیم،
کامل از نظر فارمینگ و اینا و به همه چیش فکر کردن. بچه این کلیات گیم بود، امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. پس نکاتی که داره برای فارم، حتما چیز منابعی که میخواید بسازید که مربوط به کشاورزی هست کنار آب باشه که آبیاریشون آسون باشه و سریع بتونید بهشون آب بدین و اینا رشد کنن، یه نکته خیلی مهم بود. و الان مثلا من چوب کم دارم، این باید بره مثلا چوب بیاره به اندازه 5 تا این بیله درست بشه، ساختمونه درست بشه که داره میاره. نکته بعد این که لامبرتون کنار درخت باشه، لامبرجکتون، این که بتونه در واقع سریعتر این درخت ها رو برای شما ببره و بیاره. و اگر میخواید چیزی سل کنید، منابع شکر و نمیدونم سنگ و اینجور چیزاتون رو بفروشین، چوب و سعی کنید اینا رو بفروشید، گزتون رو به هیچ عنوان نفروشید چون جلوتر به دردتون میخوره. و منم اگه فروختم فقط برای ساختن این ویدیو بود، چیز خاص دیگه ای نداره. هر موقع بخواید میتونید دوباره برگردید به بازیتون سر بزنید، اینم بزنید دوباره میاد بیرون و نشون میده که تو دنیا کیا دارن چیکار میکنن. و اگه خواستید برگردید کافیه دوباره اینجا روی این کلیک کنید و برمیگردید به شهرتون و میتونید بازی رو ادامه بدید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم تا ویدیوهای بعدی پیس آوت.